امروز سه‌شنبه 11 نوامبر مصادف است با امضای متارکه جنگ جهانی اول بین نیروهای متفقین و آلمان. در این روز فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در بنای یادبودی در نوتردام دولورت حضور می‌یابد تا به 580 هزار سربازی که با ملیت‌های متفاوت در جنگ جهانی اول در شمال فرانسه جان باختند ادای احترام کند. اما 97 سال پیش شهر آراس در شمال فرانسه شاهد یکی از نادرترین عملیات نظامی تاریخ بود. در عمق 20 متری زمین در نزدیکی این شهر معدن گچی قرار داشت با تونل‌ها و دالان‌های کنده شده از قرن 17 میلادی به نام ویلینگتون. سربازان نیوزیلندی در طول 6 ماه در اعماق زمین روزانه 80 متر تونل کنده بودند تا دالان‌های بسیاری را به هم بپیوندند. هزاران سرباز 8 روز را در این دالان‌های سرد و نمور سر کرده بودند. هدف پنهان ساختن 24 هزار سرباز در زیر زمین در این دالان‌ها بود تا آلمانی‌ها را غافلگیر کنند. آنان کوچکترین اطلاعی از وجود دالان‌های پیچ در پیچ و هزاران سرباز سنگر گرفته در تونل‌های به طول 20 کیلومتر نداشتند. سربازان در همین دالان‌ها استحمام می‌کردند، غذا می‌خوردند، استراحت می‌کردند و می‌خوابیدند. یادگارهای آنان هنوز بر دیوارهای دالان‌ها باقی است. بالاخره ساعت 6:30 بامداد 9 آوریل سال 1917 24 هزار سرباز از مجرای همانند این برخاستند. بیرون سربازان آلمان بودند با مسلسل‌ها و توپخانه‌هایشان و برفی که سطح زمین را پوشانده بود. مردانی که از این دالان‌ها بیرون جهیدند سربازان آلمان را غافلگیر کردند و حمله متفقین عملی شد.